بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدمت خواهران محترمه، برادران محترم، سلام عرض می کنم و خوش آمد می گوییم به برنامه آنلاین امشب مؤسسه فرهنگی اهل بیت مونیخ. Liebe Geschwister, ich heiße Sie herzlich willkommen zu dem Online-Programm des Ahlul Bayt Kulturverein München e.V. am heutigen Abend. خواهران و برادران عزیز، افتخار داریم امروز به روز سوم در جلسه باشیم خدمت به محضر جناب آقای آیت الله مدنی از مدرسین حوزه نجف. Liebe Geschwister, wir haben die Ehre, heute zum dritten Nacht in Folge Programm zu haben, und zwar Vortrag mit Herrn Ayatollah Madani, ein Gelehrter aus der Hausa Najaf. خب، سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای مدنی. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وعلى آله الهداة المهديين الحجج القرب الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا في قرة عين الرسول زهراء البتول. إن شاء الله خدای متعال این قلیل توسلات رو، این قلیل عرض ارادت ها رو از همه شیعیان و از همه محبین به فضل و کرمش قبول بفرماید ان شاء الله. خوشحالیم که مرتبه دیگری، حالا ظاهرا آخرین جلسه مناسبت فاطمیه ما هست، و خدا رو شاکریم که به ما این توفیق رو مجدد به بقای حیات عنایت کرده که بتوانیم خدمت شما و سایر بزرگواران باشیم. Ich möchte nochmal mein Beileid bekunden mit dem Gruß erstmal natürlich zu dem großen Trauer, und ich hoffe, dass Gott der Erhabene die Trauer von euch und alle Liebenden der Ahlul Bayt und diese Person und diese Persönlichkeit dankt oder akzeptiert. Und ich danke Gott dafür, dass ich wieder die Ehre habe, am Leben zu sein, um wieder dieses Programm beizuwohnen. خب بفرمایید، در خدمتتون هستم. خب هستیم. بحث ما ابتدا در باب عفت بود. دو جلسه اول رو در مورد عفت نگاه و نظر و چشم بحث کردیم که حفظ دایره عفت برای چشم کاری است دشوار ولکن شدنی و همچنین پر اثر و پر ثمره، که از خدای متعال امیدواریم، از خدای متعال عاجزانه طلب میکنیم که این نعمت رو، عفت در نگاه رو، عفت در نظر رو به ما عنایت بکند به برکت این ایام ان شاء الله. Wir haben vorangehend in den vergangenen Nächten über die Tugend und Zurückhaltung des Blicks und des Schauens diskutiert. Und wir haben das auch festgestellt, dass es etwas sehr Schweres ist, aber Machbares ist. Und es ist etwas, was große Nutzen für einen bringen wird. Wir bitten inständig Gott darum, dass er
diese uns weiterhin zuteilwerden lässt bei der Segnung dieser besonderen Zeit. Wir sind, ich bin heute, so wie ich verstanden habe, heute zum letzten Mal im Zusammenhang mit dieser Zeit an diesem Programm. Befallen wir euch mal. به نظرم رسید که یکی دیگر از مسائل عفت و مصادیق عفت و عناوینی که برای عفت مطرح می کنند عفت بطن هست. عفت بطن یعنی شکم. عفت بطن و شکم یکی از مسائل بسیار مهمی است که ابعاد مختلفی دارد. یک شاخه او برمیگردد به درآمد و منبع درآمد انسان که او از چه راهی کسب روزی و کسب درآمد و اکتسابات مالیه داره که اون طریق و اون راه و اون مجرای درآمدزایی بسیار مهم هست در حفظ عفت بطن. ما برای حفظ عفت بطن باید به دو شیء، باید به دو عنوان توجه داشته باشیم. عنوان اول همین چیزی که ابتدا عرض کردیم، یعنی منفذ و مجرایی که مال به دست میاد، یعنی راه درآمد ما یک راه حلال باشد، یک راه منضبط و در حد و حدود و در چارت قانونی شریعت باشد. عنوان دوم که در این مسئله مهمه، عنوان حلال نگه داشتن درآمد هست که ما درآمدها و منابع مالی که از او کسب و اکتساب داریم، این مکتسبات ما، این اموال ما بتواند به طور حلال باقی بماند. طبعا مشروط بر حلال به دست آوردن هست. وقتی حلال به دست آمد، مرحله دوم باید در فکر حلال نگه داشتنش هم باشیم. Es ist mir in den Sinn gekommen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, heute Abend über die Zurückhaltung des Bauches, des Herzens zu sprechen, des Herzens zu sprechen. Und diese hat verschiedene Dimensionen. Ein Teil davon ist zusammenhängend mit dem Einkommen des Menschen. Also, der dann dazu führt, dass unser Bauch oder Herz rein und zufrieden, tugendhaft bleibt. Zum einen ist die Thematik, wie ich dieses Geld verdiene, also auf einem erlaubten Halalweg. Das zweite ist, dass wir diese erlaubte Geld auch erlaubt bleibt. Und nicht in falschem Weg wird, also nicht zum Ungültigen deklariert wird, also nach wie vor halal bleibt. Natürlich unter der Voraussetzung, dass man es auch auf diese Weise erworben hat. نگاه می کنیم و متوجه می شویم، التفات پیدا می کنیم، طبیعتا صدا هست
یک بار دیگه جمله آخری رو تکرار بکنید قبل بحث داشت. الو الو، صدا هست آقا؟ الان صدا هست. بله بله، عرض بکنم که وقتی ما به این دو معنا و به این دو موضوع التفات پیدا می کنیم و متوجه می شیم، طبیعتا باید هم طرق و منابع حلال به دست آوردن رو بشناسیم و هم باید طرق حلال نگه داشتن اموال رو بشناسیم. خب طریقه حلال به دست آوردن اموال که خب مشخصه، محدود و محدد، هم بخشیش در رساله های عملیه آمده و هم بخشیش به طور ذاتی مشخص هست که رعایت حقوق مردم در معامله. خب این از اوضح واضحات هست که احتیاج به تعیین و تعین نداره، واضحه مسئله. اما در بعد دوم که به معنای حلال نگه داشتن اموال هست، باید بسیار دقت داشت. مثلا یکی از مصادیقی که این معنا رو و این صفت رو، یعنی صفت حلیت رو برای اموال به خطر میندازه، یک مثال بسیار واضحش بحث نذر هست. شخص در زمان گرفتاری با خدای متعال عهدی میبنده، نذری میکنه، نیتی رو در ذهن و یا در قلب میگذرونه. البته اگر به صیغه واجبی نذر باشد، البته اگر به این صیغه باشد. خب شخص حاجتی رو مشروط می کند به یک عملی، به صدور یک فعلی از جانب خودش. مثلا نیت می کند که اگر این مشکل حل بشود، من فلان مبلغ رو در فلان راه مثلا مصرف بکنم، و یا فی المثل قربانی رو برای فقرا یا برای دستگاه ابا عبدالله، برای اهل بیت ذبح بکنم. خب ببینید حاجت او برآورده می شود و نذر هم به صیغه نذر واقع شد و امر واجب شد. وقتی او بعد از قضا شدن حاجتش نذرش رو ادا نمی کند، این مقدار از اموالی که باید تحت عنوان نذر ادا می کرد و اخراج می کرد و نکرد، وقتی در مالش ماند که انه تصرف در مال غیر است. اینجا مال دیگه به صورت حلال نگه داشته نمیشه. چرا؟ چون در مال او متعلق دیگران، متعلق به اموال دیگران وجود داره. این یک مثال. Wenn wir uns jetzt diese zwei Thematiken uns anschauen, müssen wir feststellen, dass wir die Wege des richtigen, erlaubten Erwerb des Geldes wissen müssen, wie auch den Weg, dass dieser Erwerb auch erlaubt bleibt. Was das Erste angeht, nun ist das in verschiedene Büchern der Rechtsprechung der Gelehrten, die Risala Tawzih al-Masail, erklärt wurden. Und einiges ist sowieso von Natur aus ganz klar und deutlich. Das bedarf eigentlich gar keine Erklärung. Aber das zweite Teil ist sehr wichtig. Wie halte ich meine Einkommen auch rein? Wie halte ich das, dass das auch so bleibt? Erlaubt bleibt.
Ich will ein Beispiel bringen. Zum Beispiel hat jemand eine große Not und Sorge. Gott ein Bündnis ein, und zwar eine verpflichtende Bündnis, dass er eine bestimmte Summe für bestimmte Zweck spendet oder eine Schaf opfert, zum Beispiel Schaf, ich das von Ihrem Übersetzer gesagt, für zum Beispiel die Veranstaltung von Imam Hussein. Und damit sein Problem gelöst wird. Und nun löst sich sein Problem, Gott löst sein Problem, aber er tut das, was er versprochen hat, nicht. Damit ist dieses Geld, was er spenden wollte und nicht getan hat, ein Geld, der ihm nicht mehr gehört und in sein Eigentum mitgemischt ist. Er hat im Grunde genommen eine usurpatorische, na, das klappt jetzt nicht, eine Beschlagnahmung eines Eigentums, die ihm nicht gehört. So viel zum einen Beispiel. Der Farmaid. خب مثال دومش در بحث وجوهات شرعیه هست که انسان نسبت به مبحث خمس و زکات که متعلق فقرا هست از مسلمین که در اموال اغنیا و کسانی که خمس و زکات به اموالشون تعلق میگیرد هست وجود داره. کسی که این وجوهات شرعیه رو هم ادا نمی کند که انه مال را هر چقدر حلال به دست آورده باشد اما حلال نگه نداشته و این یک معضله بسیار بزرگ است که در روایات ما تأکیدات خاصه ای در اداء حقوق شرعیه وارد شده که طالب کسی که طالب علم هست در این بعد طالب دانستن هست در این معنا باید یک جلسه مفصل دیگری در این باب صحبت کرد اما علی ای حال این هم از جمله مصادیقی است که موجب می شود مال به طور حلال نگه داشته نشود. Ein zweites Beispiel sind die religiösen Abgaben. Wenn jemand seine religiöse Steuern, Chums, seine Almosensteuern, Zakat, der den Armen gehört, nicht entrichtet, aber in dem Geld der Reichen vorhanden ist als Verpflichtung, so ist das eine nicht rechtliche Inbesitznahme eines fremden Eigentums. Und damit ist sein Eigentum nicht mehr in vollkommen erlaubt rein, also halal. Diese ist in unseren Überlieferungen, die wir haben, ganz klar und explizit verdeutlicht worden, dass diese nicht in unser Eigentum verbleibt. So viel zum zweiten Beispiel. Wer fahren wir jetzt? So. وقتی عرض کردیم که سر رعایت عفت بطن که ریشه در دو مسئله دارد یک حلال به دست آوردن مال و دو حلال نگه داشتن مال وقتی نظر به روایات می کنیم می بینیم روایات در باب رعایت عفاف بطن و عفت شکم چه عبارات عجیب و غریبی هست وجود دارد مثلا آمد خدمت جد ما امام باقر سلام الله علیه عرضه داشت آقا جان بنده
مردی هستم که قلیل العمل و قلیل الصیام. یعنی مثلا یا مقصود از قلیل العمل بودن این هست که در اعمال مستحبی مثل زیارات، مثل نوافل یومیه، مثل نمازهای مستحبی، مثل قرائت ادعیه مختلفه، مثل تلاوت قرآن کاهل و فشل هستن. و یا اینکه اصلا قدرت عمل و انجام دادن رو ندارن، مثل پیرمرد و یا پیرزن. من آدم قلیل العملی هستم، ولیکن یک آرزو دارم، یک هم و غم دارم، یک دقت بسیار بالا دارم در یک موضوع. چه موضوعی؟ اون هم این که نخورم الا از حلال، مصرف نکنم الا از حلال. آقا، حضرت در پاسخ یه چنین مردی که عاجزانه آمد اقرار کرد خدمت ولی معصوم و عاجزانه بیان حاجت کرد و صادقانه مطلبش رو مطرح کرد، حضرت در جواب او فرمود این عمل شما عبادت است، رعایت عفت بطن و رعایت و همت داشتن و دقت داشتن در حلال خور بودن، خود همین دقت عبادت است. عبادت شاخ و دم نداره، عبادت عمل خاصی نیست، همین نیت عبادت است، همین دقت عبادت است، همین هم و غمی که شما دارید ولو ذکر زیاد نمیگی، ولو اهل قرائت قرآن به صفحات متعدده به اجزاء متنوع نیستید، ولو بیش از واجبات و مفترضات بیشتر انجام نمیدید، نوافل نمیخوانید، نماز شب نمیخوانید، خوب باشد، اما همین مقدار که هم و غم دارید در حلال خوردن، خود همین هم و غم شما، همین نیت شما، همین گرایش شما عبادت حساب می شود. پس عبادت چیز شاخ و دمداری نیست که حتما آدم باید تسبیحی دست بگیرد به متراژ فلان قدر، مصحف دست بگیرد از ساعت فلان تا ساعت فلان، پیشانی او پینه ببندد، زانوان او پینه ببندد، در اثر کثرت قیام و قعود کمر درد بگیرد، زانو درد بگیرد مثلا، که چه؟ که او عابد و زاهد است. خیر، این هم عبادت است. حلال خوردن و نه بلکه حلال خوردن، نیت این داشتن که آدم نخورد الا از حلال، خود همین نیت عبادت حساب می شود. حضرت باقر سلام الله علیه فرمود در کافی شریف، جناب کلینی از ابا بصیر نقل، ابا بصیر از فحول رواته، از بزرگان رواته، جناب کلینی در کافی شریف، در کتاب کافی، از ابا بصیر، از امام باقر سلام الله علیه این روایت رو نقل میکنه. Nun ist die Zurückhaltung und des Herzens, des Bauches, wie gesagt, von zwei Faktoren abhängig. Der erlaubte Erwerb, also Halal-Erwerb, und das erlaubte Erhalten des Eigentums, also Halal-Halten des Eigentums. Wir haben in einer Überlieferung, dass jemand zu Imam Muhammad Baqir, unser fünfter Imam, ging, und ihm gesagt hat, ich bin ein Mensch, der wenig tut. Das heißt, ich lese wenig Koran, ich mache wenig Bittgebet, Dua, und ich mache auch wenig empfohlene
Handlungen, also die Mustahab-Handlungen. Oder er meinte damit, dass er generell die Sache sehr vernachlässigt, weil er nicht kann. Oder wie man sagt, keine Lust hat. Als wäre er ein alter Mann, der nicht Kraft dazu hat. Aber ich habe eine Sorge immer und ich achte immer darauf und lege Wert, dass alles, was ich verdiene und ich erwerbe, auf dem erlaubten Weg stattfinde. Da sagte der Imam, diese Handlung von dir ist bereits ein Gottesdienst. Diese Beachten und Achtsamkeit ist Gottesdienst. Du machst die Zusatzgebete nicht und dies und jenes nicht. Aber dieses Achten ist Gebet. Du musst nicht viel beten, deine Knie und Rücken zum Schmerzen bringen, deinen Stirn Falten bekommt durch die Niederwerfung und dergleichen. Nein. Allein die Tatsache, dass du erlaubt, was erwerben willst, beziehungsweise schon allein die Intention hast, dass so passiert, ist bereits ein Gottesdienst. Dies wird in dem Buch Usul Kafi von Herrn Kulaini überliefert von Abu Basir von Imam Muhammad Bakir. Befallmat reich bekommen. خب از جمله دیگر تأکیداتی که وجود دارد حضرت ختمی مرتبت اشرف انبیاء و المرسلین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باب فرمایش دیگری دارند می فرمایند اکثر افرادی که از امت من به آتش میفتند کسانی هستند که از دو نقطه ضعف دارند. نقطه اول از بطن، از نقطه دوم از فرج. کلام ما در نقطه اول است. نبی خاتم می فرماد اکثر افرادی که از امت من وارد آتش می شوند کسانی هستند که از طریق شکم ضعف دارند. خب ببینید از این عبارت چند معنا می شود برداشت کرد. یک، حلال نمی خورند. دو، شکم پرستی می کنند، شکم بارگی می کنند. خب اگر فقط مجرد شکم پرستی و شکم بارگی باشد اونها رو وارد آتش نمی کنند. اما چون شکم بارگی و شکم پرستی اونها رو در عمل ختم می کند به این که هر چیزی که دلشان تمایل پیدا کرد بخورند، از هر مالی ارتزاق بکنند، این سبب می شود که شکم آلوده بشود. و وقتی این شکم آلوده شد، خب ببینید انسان برای عبادت کردن احتیاج دارد به مقداری انرژی جسمانی. این انرژی جسمانی از کجا تأمین می شود؟ از غذا، از اکل و شرب شما که در شکم شما تجمع پیدا می کنه. اگر این غذایی که قرار است انرژی زا باشد برای ارتباط با خالق متعال نورانی نباشد، پاک و طیب نباشد، حلال نباشد، اثرش چه می شود؟ واضح است.
اثرش به این می شود که هر وقت نوبه عبادت می رسد، وقت نماز می رسد، به انسان یک حالت کسالت دست می دهد. کأنه که آدم میلی به خواندن نماز نداره، میلی به خواندن دعا و زیارت نداره. یکی از ریشه های عدم تمایل رو می شود در این موضوع، در شکم، در مالی که این شکم از او تغذیه می کند. Zu den anderen wichtigen Ausdrucks, Ausdrücke und Betonungen, Betonungen der von dem Höchsten der Propheten, der Höchste der Geschöpfe, den Propheten, erwähnt wurde, ist, dass er gesagt hat, dass die Menschen in meiner Gemeinschaft von die in den Feuer landen, von zwei Stellen den Hauptschaden bekommen. Zum einen von ihren Bäuchen und zum anderen von ihren Geschlechtsorganen. Da ist die Schwachpunkte, wo sie die größten Schäden bekommen. Unser Thema ist natürlich das erste Thema. Das bedeutet, dass diese Leute entweder nicht erlaubtes Essen, nicht halal essen, oder sie sind Leute, die den Bauch anbeten quasi. Für die ist der Bauch so wichtig. Das ist jetzt als solches zunächst erstmal kein Fehler, wenn er jemand eine bestimmte Wünsche hegt. Aber das Problem ist, dass diese Wünsche den dazu führt, dass er am Ende unerlaubtes Haram isst. Damit wird sein Bauch, sein Korpus verunreinigt. Der Mensch benötigt eine Energie, spirituelle Energie, um mit seinem erhabenen Schöpfer in Kontakt zu treten. Diese Energie kommt aber von dem erlaubten Essen. Wenn er aber das nicht erlaubte isst, dann hat er diese nötige Energie nicht, um mit seinem Schöpfer in Kontakt zu treten. Wenn er beten muss, hat er keine Lust, ist müde. Oder wenn er ein Bittgebet, Dua, führen wird, das kommt von dem Bauchbereich heraus. Befallen wir euch. خب این قدری این مسئله حائز اهمیت هست در ثمره که این بعد رو شما در عاشورا، در وقعت التف، در کربلا آشکارا این اثر رو میبینید. خب مستحضر هستید، حضرت سید الشهدا سلام الله علیه من باب آداب جهاد و من باب رعایت سنت پدرش امیر مؤمنان و جدش نبی خاتم، سه مرتبه قبل از شروع جهاد، سه مرتبه رفتند به وعظ و نصیحت جبهه مخاطب. دفعه اول با یک شمایلی، دفعه دوم با یک شمایل دیگری، مره ثالثه که رفتند و وعظ کردند و نصیحت کردند و مقبول واقع نشد، حضرت در تتمه میدانید چی فرمودند؟ فرمودند مال حرام زیر پوستان شما جمع شده،
که حرف حق در گوش شما فرو نمی رود. یک لحظه تأمل بکنید. خوردن مال حرام و یا شبهناک انسان رو به مرحله ای می رساند که راضی می شود دستش به خون امام عصرش آلوده بشود. این کم چیزیست؟ رعایت عفت شکم، عفت بدن، مسئله ساده ایست؟ اثر ندارد در زندگی آدم؟ این اثر نیست؟ چرا برخی ها نمی خواند در این بعد تأمل بکنند؟ چرا برخی ها نمی خواند در این بعد باور بکنند که مال اثر مستقیم در زندگی انسان دارد؟ چه مصیبتی و چه معصیتی از این بزرگتر که دست یک انسان به خون ولی عصرش، بزرگترین انسان روی کره زمین در عصرش، دستش به خون او آلوده بشه. حضرت فرمود مال حرام در شکم و زیر پوست شما جمع شده که حرف حق در گوشتان فرو نمی رود. کلمه بزرگ، معصیت بزرگ و آدم مبهوت هست در این معنا و رعایت این بعد از زندگی. Ein interessantes Beispiel hier ist, von die Bedeutung ganz klarstellt, das Ereignis von Karbala und Ashura. In der Tradition und Sitte des Propheten und sein Großvater und Propheten und auch seinem Vater, den Fürst der Frommen, ist der Herr der Märtyrer, Imam Hussein, dreimal zu den feindlichen Reihe rübergegangen und hat eine Ansprache gehalten und die Leute zum Rückkehr in den richtigen Weg aufgefordert. Und jedes Mal in eine andere Form und Aufmachung. Wenn aber als dritte Mal immer noch kein Ergebnis hatte, hat er folgenden Satz hinzugefügt. Das Verbotenen, das ihr gegessen habt, sorgt jetzt dafür, dass ihr die Wahrheit nicht mehr hören könnt und tragen könnt. Und das führte auch dazu, dass sie an ihre Händen das Blut des Enkel des Propheten kleben geblieben ist. Wenn jemand sagt, das Essen hat keine Wirkung, ist das keine Wirkung? Da wird ein Mensch getötet, ist das keine Wirkung? Warum wollen manche nicht anerkennen, was das von Folgen haben kann? Warum wollen sie nicht das Unheil erkennen, das mit Verbotenem entsteht? Sie haben mit eigenen Händen den bedeutendsten Person ihrer Zeit, Vertreter Gottes auf Erden, getötet und das Blut, sein Blut an den Händen klebend bekommen. Befarmait? خب عرایز ما به اتمام رسید و اگر اجازه بفرمایید ما یک عرض ادبی خدمت صدیقه کبرا، عرض توسلی داشته باشیم و رفع زحمت بکنیم از خدمتتون. Meine Worte sind hiermit beendet. Mit eurer Erlaubnis will ich jetzt eine Ehrerbietung Respekt zollen gegenüber ihrer Heiligkeit Fatima Zahra und eine Fürbitte an ihr
jetzt machen und mich dann verabschieden. Befallen euch reich, Programm. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك السلام عليك يا بنت رسول الله ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا قل للمغيب تحت أثواب قل للمغيب تحت أثواب السرى صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا يا فاطمة الزهراء يا قرة عين رسول الله يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله اللهم صل على محمد وآله الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين از خدای متعال از باری تعالی از ذوالفضل عظیم مسئلت داریم از فضلش از کرمش از رحمت واسعش به عزتش به کرمش لطفی کند عنایتی کند مرحمتی کند تفضلی کند و رفع موانع فرج مولای من بفرماید امیدواریم به خدای متعال به حرمت صدیقه کبرا به حرمت خون این مظلومه عالم به حرمت این زهرای بتول اساء تعجیل در فرج این منتقم خون
این نور دل همه مؤمنین، این امید همه مستضعفین جهان، عنایت بکند، تعجیل بفرماید و دعای خیرش را نصیب حال ما بگرداند و اعمال ما را و رفتار ما را و کردار ما را و خطورات ما را مورد رضایت حضرتش قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. Von erhabenen, huldvollen Gott erbeten wir, dass er in seiner Güte, in seiner Pracht eine Gnade uns erweist und die Hindernisse für die Wiederkehr seiner Hoheit, der zwölfte Imam, den Weg bereitet und diese Hindernisse beseitigt. Bei der Heiligkeit des vergossenen Blutes dieses Unrecht angetanen, bei der Heiligkeit von Zahra al-Batul, Tochter des Propheten, dass wir diese Hoffnung der entrechteten Menschen, das Licht dieser Welt, baldig wiederkehren möge und seine reine Bittgebet uns begleiten möge. بسیار ممنونم جناب آقای مدنی از لطفتون، سپاسگزاریم. هر مدنی وی دانکن این زی هتسلیش فیلم فاتراک. خواهش میکنم، ما هم از اینکه توفیق داشتیم خدمتتون باشیم خدا رو شاکریم. امشب شما برنامه روزه هم دارید؟ بله انشاءالله. خب میشود که جناب شیخ رو هم بالا بیارید، ما یک عرض ادبی هم خدمت ایشان داشته باشیم؟ بله الان خود به خود با ایشون بحث بکنم. Er sagt, er freut sich sehr, dass er auch bei uns teilgenommen hat und diese Ehre hatte. خب. سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای شهامت، خوش آمدید به برنامه مؤسسه فرهنگی اهل بیت. Herzlich willkommen Herr Shahamat zu dem online Programm. سلام بر شما، سلام بر حاجی مدنی حفظه الله در نجف اشرف. عرض ارادت دارم، دعاگوتون هستم در کنار مسجد پاک کریمه اهل بیت فاطمه معصومه و از شما التماس دعا دارم. استفاده کردیم. و علیکم السلام و رحمت الله شیخنا الجلیل. عرض ارادت، عرض ادب، عرض احترام و خیلی خیلی متشکرم به نوبه خودم از جناب عالی. ما شبها بعد از اینکه سر دوستان رو درد میاریم و بعد رفت زحمت میکنیم، می نشینم و پای روزه شما استفاده می کنم. امیدوارم که خدا نفس جناب عالی رو گرمتر، گرم هست، گرمتر بکنه و امیدوارم که صدیقه کبرا اجرتون رو محفوظ بداره. فقط هدف این بود که عرض ارادت و عرض ادب داشته باشم خدمتتون و به نوبه خودم تشکر داشته باشم. خیلی خیلی خوشحالم از زیارتتون، از آشناییتون. امیدوارم که توفیقی باشد برای بنده، باز هم بتوانم این استفاده رو از روزه های شما و از کلمات شما داشته باشم. حفظکم الله. بنده هم التماس دعا دارم. لطف دارید، بزرگواری فرمودید، خیلی ممنونم. خیلی التماس دعا داریم در محضر امیرالمومنین سلام الله علیه. به صورت اختصار برای الو ببخشید من صداتون رو ندارم. صدای من رو ندید یا صدای جناب آها. صدای شیخ عزیز رو نداشتم. اصلا نداشتید؟ متوجه نشدید. پس یک بار خب ایشان برای بفرمید کلن عرایز بندر نشنیدید.
متوجه نشدم چی فرمودید. الان صدا آمد. الان بنده در قوم دعاگوی حضرت عالی هستم، استفاده کردم از محضر شما، هم التماس دعا دارم. از اظهار لطف و محبت شما هم ممنون هستم. دعا کنید در مسیر اهل بیت ثابت قدم بمانیم انشاءالله. همه ما انشاءالله، همه ما انشاءالله. من بیش از این وقت رو نگیرم، التماس دعا داریم از همه بزرگواران، انشاءالله توفیقی باشد، مجدد خدمتتون باشیم. التماس دعا. خیلی ممنون، شب شما بخیر. فیلم دنک آیت الله مدنی، خداحافظ. آفیداشان جهت اختصار برای آلمانی زبان ها هم متوجه بشن که چی جا رد و بدل شد. در سید از حوز نجف حدیش بولت زیگن بای هران آیت الله حجت الاسلام المسلمین شهامت زیش بدنکن فی دی زیر شوین شتیمه و زین فورتریگه وز ایر هد و دی گزنگ. Und das war ihm eine Ehre, ihn kennenzulernen. Und weil er ja nach dem Programm ja auch dieses mit uns weitergeschaut hat. Und in umgekehrter Weise hat sich der Sheikh aus Rom auch sich sehr herzlich bedankt und um Bittgebet gebeten. Komm, im Jahrling, weil ich das in Almanien habe, ich habe das wahrscheinlich nicht so weit schon. Ich habe mir das so weit gekommen. خب خیلی ممنونم جناب آیت الله مدنی، خدا حفظتون بکنه. فیلم دنک آیت الله مدنی، موگل گات سی بشد سنا انشاءالله. خدا حافظ، آفیدشان. خب دوستان عزیز، میرسیم به قسمت دوم برنامه روزه و منقبت خانی توسط حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شهامت از حوزه علمیه قم که ما را مستفیض فرمودن. مجددا سلام عرض می کنم. لیبه گشویستا، wir sind erfreut, dass der Herr Hujjat al-Islam und Muslimi Shahamat wieder für uns da ist mit Trauergesang und Bekundungen zu Trauer von Fatima Zahra. Er ist aus der Hausa Rom. خب بفرمایید، خواهش می کنم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم تقدیم ارادت و سلام میکنم به همه مؤمنین و مؤمنات و به همه انسانهای فاخر و محب اهل بیت علیهم السلام در سراسر جهان و کسانی که شنونده من و شما هستند. و خدمت جناب عالی. Gut, ich grüße ebenfalls herzlich an von dieser Stelle aus insbesondere alle frommen Männer und Frauen und die Liebenden der Ahlul Bayt und alle Zuschauer dieses Programms. Befalmet, reich mir Koran, estafal im Koran, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ithratihi al-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Der ibtidai kalam, یک روایت کوتاه از حضرت زهرا علیها السلام تقدیم میکنم که برای خودم و شما تذکر باشد. Ich werde jetzt einen zu Beginn eine Überlieferung von Fatima az-Zahra, der eine Ermahnung für mich und für euch alle ist, erwähnen. Befalmet. فرمود حضرت زهرا علیها السلام، حب و الی من دنیاکم سلاس، برای من سه چیز از دنیای شما بسیار دوست داشتنی است. Für mich sind drei Sachen in eurer Welt sehr von eurer Welt sind drei Sachen für mich sehr wertvoll. بفرمایید. یکی تلاوت قرآن، کلام خدا. دوم نگاه به چهره منور رسول الله صلی الله علیه و آله و سوم انفاق در راه خدا و دستگیری از ضعیفان. Für mich sind also drei Sachen in dieser Welt von eurer Welt für mich sehr wertvoll. Zum einen das Rezitieren des heiligen Schrift Koran. Zweitens das Schauen im Gesicht des edlen Propheten, Frieden sei mit ihm, und das Spenden für die Armen und die Armen
unter den Armen zu greifen, also und sie zu unterstützen. Darf einmal ich sprechen? بسم الله الرحمن الرحيم السلام على فاطمة بنت رسول الله وبزعت لهمه وسميم قلبه وفلزة كبده والنخبة من الله له والتهفة التي خصصت بها وسيه وحبيبك السلام على حبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء السلام على حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد سلام ما يا بقبر بي چراغ تو فاطمه جان سلام ما بقلب دام دار تو سلام ما به چهره خجسته سلام ما به پهلوی شکسته سلام ما به عشق دان دان آیت سلام ما به جای تازیان آیت یا بنت رسول الله سلام ما به بود تو به جود تو سلام ما به بازوی کبود تو سلام ما به قامت رشید تو سلام ما به محسن شهید تو تمام لحظات فاطمه سلام دارد لحظه ای که با علی هجرت کرد به مدینه لحظه ای که به ازدواج علی در آمد و کفو علی شد لحظه ای که فرزندانی قهرمان به دنیا آورد و تربیت کرد لحظه ای که به نماز و محراب عبادت می ایستاد فرشته ها متعجب می شدند لحظه ای که زخم های علی رو پانسمان می کرد و می بست لحظه ای که برای دفاع از علی پشت در و دیوار قرار گرفت لحظه هایی که نفسش به لحظه های آخر رسیده بود
به اشکای چشم فاطمه، به همه لحظات عبادت فاطمه، زهد فاطمه، همسرداری فاطمه، تربیت فاطمه، سلام. برای بشریت جان داد، برای آزادی بشر فداکاری کرد. سلام بر لحظه های غسل دادن فاطمه، اون وقتی که علی داشت غسل میداد زهرا را، بچه ها نظاره میکردن، دستش رسید به بازوی ورم کرده فاطمه، سر به دیوار گذاش، های های بلند بلند گریه کرد، اسماء علت رو سوال کرد، گفت الان دستم رسید به بازوی کبود همسرم، بگم یا امیر المؤمنین، یا فاطمه الزهرا، این مصیبت عظیم که بر این خاندان، بر این مادر بزرگ بشریت، سیدت و نساء العالمین وارد شد، بسیار سخته. اما بازم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، ایج روز سختی مثل روز فرزند حسینت نبوده. دیشب از گوشه ای گفتم، امروز از بخش دیگر بگم، امشب برای شما امام زمان وقتی میخواد سلام کند بر حضرت سید الشهدا، این جمله رو بگم عزیزان، دوستداران اهل بیت به هر معصوم دو سلام میکنن، یک سلام به جسمش، یک سلام به روحش. اما به حسین علیه السلام امام زمان چندین سلام کرد، السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، یعنی سلام بر محاسن غرق بخوند، یا ابا عبدالله جد غریبم، سلام بر صورت بخاک افتاده، سلام بر پیشانی سنگ خورده و شکسته، سلام بر رگای بریده حلقومت، سلام بر جای بدن پاره پاره، سلام بر جایی که قدم های اسما بر آن دوانده شد، لا اله الا الله، و سلام بر سر بنیز رفته، السلام على الروس المرفوعة على الغناد، والسلام بر أهل بيت دل شكزداد، بر زنان أسير غريب تنهاي دشل نينوى، لا أزهك الله سن الدار الزهكات، فقال أحمد مظلومون قد ظهروا، اللهم صل على محمد وآل محمد. همه عزیزانم، شنوندگان، بینندگان، برادران و خواهران، محبان اهل بیت، در هر جا که هستید، برای رفع مشکلات از زندگی خودتون، از جامعه بشر و همه مؤمنین و مؤمنات، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء،
باسمك الأعظم يا الله 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 يا الله. خداوندا این عزاداری هایی که محبین اهل بیت از همین طریق فضای مجازی خودشون انجام دادن، اسباب رو فراهم کردن، نشستن، گوش کردن، به کرمت قبول و ذخیره آخرتمون قرار ده. او گات لسه diese Trauer, was die Liebenden der Ahlul Bayt diese Tage hier in diese, über diese soziale Medium gemacht haben, akzeptiere diese bitte. Elah Yamin. Maschmule دعای امام زمان، لطف امام زمان و قبول امام زمان عزاداری های ما را قرار بده. Möge unsere Trauer von Imam Zaman, Imam der Zeit akzeptiert sein. Elahi Amin. پروردگارا ما دستمون خالی است. ما سرمایه من اهل بیت هند. عشق به اهل بیت را از ما و نسل ما دور مفرما. او گات وی زین لیره هنده فور دیر شتیند. Unser einziges Kapital ist die Liebe zu Ahlul Bayt. Diese Liebe nehme uns nicht weg. Elahi Amin. دعای امام زمان علیه السلام در حق ما و اهل ما و نسل ما مستجاب فرما. Lasse die Bittgebet des Imam der Zeit für uns bewerkstelligt werden oder erfüllt sein. Elahi Amin. خدایا ما برای هر انسان گرفتاری مسلمان و غیر مسلمان در هر جای جهان دلمان قصه میخورد، ناراحت میشیم برای مریضی های اونها، گرفتاری های اونها، گرفتاری، مریضی، سختی، کرونا، سرطان، هر مشکلی از زندگی همه بشر و از زندگی مؤمنین و عاشقان اهل بیت دور بفرما. Oh Gott, wir leiden darunter, wenn Menschen leiden, egal ob muslimisch oder nicht muslimisch, egal wo auf dieser Welt befindend. Lasse diese Leiden von diesen Leuten, ob jetzt diese Leiden in Form von Krankheiten, Corona oder Krebs oder dergleichen ist, lass diese Leiden ein Ende haben. Elahi Amin. Khodaya unha ike der in baliye griftari az dunya raftan. خانواده هایی که داغدار شدند، خدایا اونهایی که از دنیا رفتند رحمت به خانواده هاشون، صبر و مقاومت و اجر و رحمت فرما. او گات دی لایته دی این دیزه زایت فلوست ارلیتن هابن گیبه دین دی گناده و درن فامیلیه گدولد. الهی آمین. الو خدایا عشق به خودت، به دینت، به قرآنت، به مناجات با خودت، به ارتباط و نماز با خودت در دل ما و نسل ما زنده بفرما. او گات لسه اونس این اونس و این اونسره فولگه گنراسیونن دی لیبه تو دیر دی بیت گبیته و دیس وونش نخ دیر این اونس لبندیگ سن. الهی آمین. خدایا اون چه به ما در دنیا داده ای لطف کرده ای، اون چه به ما نعمت داده ای لطف کرده ای، این نعمت ها را وسیله حسرت و افسوس ما در قیامت قرار مده. او گاد was du uns gegeben hast an Gaben und Gnaden ist eine Gnade von dir uns gegenüber. Lass diese Manna und Geschenke nicht Ursache für unser Bedauern im Jenseits sein. Elahi Amin. خدایا هر کی در هر جای عالم به اسلام، به اهل بیت، در هر لباسی، به هر وسیله ای، با زبانش، با مالش، با وقتش، با قلمش، با قدمش خدمت می کند برای رشد فکرها و برای نورانیت دلها
توفیقش رو افزون بفرما. او گاد لاس ایدر منشن egal wo der mit seiner worte mit seiner zeit mit seinem geld mit seiner feder dabei ist die menschen zu helfen das licht in denen also das licht in denen erwächst und deren gedanken offen macht lasse deren erfolg erfolgreicher werden Allah amin آخرین دعای ما این است خدایا همه انسان ها فطرتشون الهی است همه انسان ها طالب حقند خدایا زمینه فهم حق و پذیرش حق در همه بشر برای درک معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو فراهم و دلهای بشر را با محمد و آل محمد آشنا فرما O Gott, alle Menschen sind von Natur gemäß dich suchend, naturgemäß wahrheitsliebend. Sorge dafür, dass in allen Menschen dieses Erkenntnis wächst, den Koran und die Liebe zu Ahlul Bayt und die Verständnis von dessen, was gesagt wird, in denen wächst. Allah Yamin, Allah اللهم صل علی محمد و آل محمد برای من در این چند شب توفیق شد در محضر شما و سید عزیزمون مرتبط باشیم و در تعظیم شعائر اهل بیت سهیم باشند براتون آرزوی سلامتی دارم خودتون خانوادتون در امان الهی باشید و در کنار حرم کریمه اهل بیت حتی همین فردا صبح بعد نماز صبح دعاگوی همتون خواهم بود. Es war mir eine Ehre, diese Tage in Zusammenhang mit dieser Organisation für euch da zu sein und dabei die Zeichen dieser Religion, dieser Weg aufrecht zu erhalten. Es war mir eine Ehre und ich werde morgen früh, gleich nach morgen Gebet bei dem Schrein der Heiligkeit Fatima Masuma in Qum für jede von Ihnen mein Bittgebet machen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Az shoma ham besyar mamnunim haj aga tawfiqi shod ba shoma dar in barname ashnayi peyda bokonim va az mahzaratun estefade bokonim. Es war uns eine Ehre, Sie kennenzulernen und von Ihnen Nutzen zu ziehen in diesem Programm. Inshallah dar atiya ham مزاحم اوقات شریفتون میشیم که از حضورتون استفاده ببریم. Wir werden inshallah in Zukunft versuchen, von ihrer Zeit zu nehmen und für unser Programm Nutzen zu ziehen, inshallah. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. خیلی ممنون بارد دیگر. اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی ممنون خداحافظ. آفیدشان فیله هستیشن دنک. خدا حافظ فی امان الله خب خواهران و برادران عزیز این بود برنامه سه روزه ما جهت تکریم و احترام به حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها و انشاءالله که مورد قبول حق حضرت حق قرار گرفته باشه و مورد رضایت شما دوستان عزیز لیبه گشفیستر دست و اونزا دریتیگیز پروگرام انلسلیش Das Martyrium von Fatima al-Zahra und die Aufwertung ihrer Person. Möge Gott dieses von uns allen angenommen haben und wir und auch ihre Zufriedenheit, inshallah, gehabt haben. Bedim Vasile Azhukulie, Salvanana Aziz, Khoda Hafizimi Konam, Ta, inshallah, Fursati Bad, Ke Ayeshtabana Konam, Ruse, Panshambe Khadbud. Damit möchte ich mich von allen verabschieden. Bis zum nächsten Mal, der meiner Meinung nach am Donnerstag sein wird. Und bis dahin überreiche ich Sie Obhut Gottes. Shumara bechodaye bozorg misaparam. Wassalamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.